سرخط خبرها. همزمان با آغاز گام سوم ایران برای کاستن از تعهداتش در برجام، رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم‌ها سر جایشان خواهند ماند. شبیخون طالبان به مرکز ولایت فراه افغانستان، مقام‌های دولتی میگویند بخش‌های تصرف شده را پس گرفتند. ساخت دهکده‌ای در کانادا برای اقامت سالمندان مبتلا به اختلال شناخت و حافظه. و پایان یک اسطوره یا دیکتاتور، رابرت موگابه رئیس جمهوری پیشین زیمبابوه درگذشت. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. ایران از امروز سومین گام در کاهش تعهداتش در برجام را عملی کرد، اقدامی که به گفته وزیر خارجه ایران در پاسخ به نقض گسترده و مستمر برجام در 16 ماه گذشته از سوی آمریکا و عمل نکردن اروپا به تعهداتش انجام شده. همزمان کشورهای اروپایی ابراز تأسف کردند و اقدام ایران را نگران کننده خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش ریحان مظاهری. آغاز سومین گام ایران در کاهش تعهدات برجامیش همزمان بود با آخرین تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن. امانوئل مکرون در آخرین ساعت باقی مانده به روز جمعه بار دیگر با دونالد ترامپ تلفنی گفتگو کرد، اما آنطور که یک سخنگوی کاخ سفید در توییترش نوشته، این تماس چندان موفقیت آمیز نبوده و ترامپ گفته اکنون زمانی مناسب برای لغو تحریم‌ها علیه ایران نیست. ایران میگوید اجرای گام سوم برای کاهش تعهداتش در پاسخ به نقض گسترده برجام توسط آمریکا و به دلیل ناتوانی سه کشور اروپایی در اجرای تعهداتشان در برجام است. اروپایی ها باید به این نتیجه برسند که اگر بخوان برن از آمریکا برای اجرای تعهداتشون اجازه بگیرن، آمریکا هیچ وقت این اجازه رو به اونها نخواهد داد. اروپایی ها در اجرای تعهدات خودشون که ارتباطی هم با اقدامات آمریکا نداره تخلف کردن. وزیر خارجه ایران همزمان در نامه خطاب به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات این اقدام ایران را توضیح داده و گفته در صورتی که اروپا به تعهداتی که به ایران داده عمل کند، جای بازگشت کامل این کشور به برجام وجود دارد. بر اساس گام سوم، ایران تمام محدودیت‌هایش را در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای برمی‌دارد، اقدامی که بسیاری میگویند در کوتاه مدت چندان تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت و تهران از آن به عنوان اهرمی برای فشار بر اروپا در جهت بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام استفاده می‌کند. مقام‌های ایرانی بارها تأکید کردند که تنها در صورتی به اجرای کامل تعهداتشان در برجام باز می‌گردند که اجازه فروش نفت و دریافت پول آن را داشته باشند. اروپا هم البته در رابطه با این خواسته ایران تلاش‌هایی داشته، تلاش‌هایی که اغلب بی نتیجه مانده، از جمله طرح فرانسه برای ایجاد یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای جبران کاهش فروش نفت ایران و تلاش برای لغو محدودیت برای برخی خریداران نفت این کشور. آغاز گام سوم ایران برای فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام تنها چند هفته مانده به برگزاری نشست سالانه سازمان ملل متحد صورت گرفته، نشستی که احتمالاً ایران و تنش‌ها در منطقه یکی از محورهای سخنرانی رهبران جهان در آن خواهد بود. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران احتمال دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه این نشست را رد نکرد. تهران تاکنون هر گونه احتمال مذاکره با آمریکا درباره برجام را رد کرده، اما امیدوار است با افزایش فشار بر شرکای اروپایی این توافق بتواند کمی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا را بکاهد. ریحان مظاهری، بی بی سی. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین پایتخت اتریش با ما هستند. آقای بیات، خیلی ها گام سوم ایران رو یک اقدام نمادین تلقی کردن، ولی از لحاظ عملی واقعا چه نفعی برای ایران خواهد داشت؟ به لحاظ فکر میکنم حقوقی، یعنی پا فراتر نهادن از برجام، چرا که آقای روحانی هم اصولا در صحبتی که دیروز یا پیرو در این مورد انجام دادن گفتن که
نظارت در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت خواهد گرفت و نه در چارچوب برجام. از این لحاظ خب گامی است فراتر از برجام در واقع. حالا آیا که این نمادین باشد یا نه، باید نگاه کرد که در آینده بهش چگونه عمل بکنن، زیرا که یک بخشی نسبتا مهم از برجام که ایران تا 10 سال اجازه نداره به طور گسترده از تکنولوژی های جدید یا از نسل های جدید سانتریفوژ ها استفاده بکند، این محدودیت خیلی جدی بود که وجود داشت. و اینجوری که آقای روحانی گفته که ایران دیگه خودشون متعهد بدان نمیداند، اگر که واقعا به طور جدی عمل بشود یعنی نقد شدید برجام. منتها باید دید در عمل چگونه خواهد بود. گاهی هم دولت ایران یا حکومت ایران صحبت هایی می کنند که هم مصرف داخلی داره از یک طرف، از طرف دیگه هم یه نوعی تهدید به طرف بیرونه، یعنی در واقع تهدید که در این گفته نهفته است اینه که ما یه گام میریم به طرف غنی‌سازی سطح بالاتر با دستگاه پیشرفته تر. از این لحاظ آیا که دوباره برگردم به پرسشتون که آیا نمادینه یا اینکه واقعا جدی خواهد بود، باید در آینده دید. من بیشتر فکر میکنم که نمادین باشد. و یه چیز مهمم که اینجا باید مطرح کرد این است که این اقدامات ایران اون فاصله یک ساله رو که قرار شده در اثر برجام ایران داشته باشد از این که بتواند مواد غنی شده کافی برای ساختن یه بمب داشته باشد، این تغییری در این قضیه نخواهد داد، یعنی ایران رو نزدیکتر نخواهد کرد به اون مرزی که مثلا این یک سال رو کاهش بده. فکر میکنید که در نهایت آمریکا چه پاسخی به این اقدام ایران خواهد داد؟ خب باید دید واقعا که به موازات این اقداماتی که الان ایران میکنه و در چارچوب گفتگوهای بین المللی با اتحادیه اروپا و با آقای ماکرون و امریکا صورت میگیرد، باید دید که آیا دریچه‌ای برای توافق پیدا می‌کنند یا نه. بسته به این موضوع، اگر که واقعا دریچه‌ای پیدا نشود، خب این طبیعتاً به اونجا خواهد انجامید که از یک طرف فشار امریکا رو افزایش بده و فشار متحدان منطقه امریکا مثل اسرائیل و عربستان و امریکا، از طرف دیگر میتواند به این بیانجامد که اروپا هم به امریکا نزدیکتر شود. منتها در مورد این واقعا الان سخت قضاوت کردن، باید آینده شاید آینده نزدیکی تا حدود زیادی اینو نشان بدهد. آنچه که میشه گفت این سیاستی که دولت ایران در پیش گرفته که از طریق تهدید هسته‌ای، افزایش غنی‌سازی، پیشرفت سانتریفوژا سعی کنه به توافقی برسه، به نظر من راه به جایی نخواهد برد. مشکل ایران با غرب، مشکل با امریکا به ویژه، مشکل سیاسی مربوط به رابطه ایران، رفتار ایران با امریکا نسبت به اسرائیل، اقدامات منطقه‌ایشه. تا راه حل سیاسی پیدا نشه، به نظر من با تهدید هسته‌ای که برجام و پشت سر بذاره یا این اقداماتی که روزهای اخیر دیدیم، راه به جایی نخواهند بود. متشکرم از شما. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی، از انرژی اتمی از وین با ما. نشریه آلمانی اشپیگل خبر داده یک دیپلمات مجرب آلمانی به عنوان رئیس جدید اینستکس، سازوکار مالی ویژه تجارت ایران و اروپا انتخاب شده. به نوشته اشپیگل، میشایل بوک که قبلا سفیر آلمان در کولومبیا، مصر و سوئد بوده، سومین نفری خواهد بود که ریاست اینستکس را به عهده میگیرد. سازوکار مالی اینستکس برای دور زدن تحریم های آمریکا ایجاد شده تا شرکت های اروپایی بتوانند به داد و ستد با ایران ادامه دهند، ولی هنوز از طریق این کانال معامله ای صورت نگرفته. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش در حال حاضر برنامه‌ای برای توقیف نفتکش ایرانی آدریان دریای یک ندارد. این نفتکش که قبلا گریس یک نام داشت، حدود 2 ماه پیش در آب‌های جبل‌الطارق توقیف شد، اما بعداً اجازه یافت سواحل این منطقه را ترک کند.
بر اساس برخی گزارش‌ها آدریان دریای یک حالا برای انتقال نفت به نفتکش‌های کوچک در نزدیکی سواحل سوریه متوقف شده. در خبری مرتبط، وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد پرداخت پول به ناخدای هندی این نفتکش را از سوی برایان هوک مسئول دفتر ایران در وزارت خارجه آمریکا تایید کرده. مقام‌های ولایت فراه در غرب افغانستان میگویند حمله طالبان به مرکز این ولایت را دفع کردند. نیروهای طالبان بامداد امروز به شهر فراه حمله کرده و بخشی از آن را به تصرف درآوردند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در توییتی نوشته نیروهای امنیتی توانستند درباره این بخش‌ها این بخش‌ها را از طالبان پس بگیرند. هر دو طرف ادعا می‌کنند که تلفاتی به طرف مقابل وارد کردند. خبرنگارمون علی حسینی از کابل با ماست. از جزئیات بیشتر این حمله بهمون بگو علی. حمله حوالی ساعت 4 صبح صورت گرفته و گفته شده که نیروهای طالبان و جنگجویان این گروه از دست کم از 4 طرف به مرکز شهر حمله کردند و توانستند تا قسمتی هم پیش بره. همطور که گفته شده در یکی از مراکز استخدام نیروهای امنیتی هم برای مدتی تصرف کردند و تصاویر هم نشر کردند که نشان میتنی جنگجویان این گروه در داخل این مرکز دیده میشه و بعد اما ساعتی بعد وزارت داخلی اعلام کرد که توانستند که حمله گروه طالبان را عقب بزنند و همو مرکزی هم که طالبان تصاویر از اون نشر کرده دوباره به دست بگیرن. هر دو طرف ادعا کردن که تلفات سنگینی به هم دیگر وارد کردن، اما اطلاعات دقیق و موثقی که از هر دو طرف چقدر تلفات کشته و زخمی شدن فعلا در دست نیست. تشدید حملات طالبان همزمان شده خیلی با تلاش ها برای امضای توافقنامه صلح با اونها. چقدر فکر میکنی که این موضوع به چه دلیل داره انجام میشه؟ ببینید، در مدت حدود 3 هفته این سومین حمله نسبتاً گسترده گروه طالبان به مرکز شهر است. به قندوز حمله کردند، حالا به فراه هم حمله کردند، پلخمری هم حمله کردند، 2 حمله نسبتاً گسترده در کابل انجام دادند و این حملات در حالی بوده که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان که 10 ماه با نمایندگان این گروه در قطر در حال مذاکره بود در کابل بود و با وجود این حملات هم شدت پیدا کرد. در مدت این 10 ماه هم هیچ کاهشی در عملات گروه طالبان دیده نشده. طالبان بارها تاکید کردند که 2 مسیر مجزا را در پیش میگیرند، یعنی گفتگوها و مذاکراتشان متفاوت است از آن چیزی که جنگ در افغانستان است. به همین خاطر آن چیزی که در قطر صورت گرفته و در مذاکرات 10 ماهه آمریکا و گروه طالبان صورت گرفته هیچ تأثیری بر کاهش جنگ و خشونت ها در افغانستان نبوده و همین هم نگرانی ها را افزایش داده که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این حملات و مبنای جنگ طالبان با دولت افغانستان چگونه خواهد بود. گرچه زلمه خلیلزاد تاکید کرده که کاهش گسترده‌ای رونما خواهد شد در عملیات و جنگ طالبان در افغانستان. متشکرم از علی حسینی در کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی می‌گیریم. همزمان با آغاز گام سوم ایران برای کاستن از تعهداتش در برجام، رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم‌ها را لغو نمی‌کند. مقام‌های دولت افغانستان میگویند نیروهای امنیتی حمله طالبان به شهر فراه را دفع کردند. در ادامه برنامه، رابرت موگابه رئیس جمهوری پیشین زیمبابوه در سن 95 سالگی درگذشت. نتایج یک تحقیق جدید جنبه‌های تازه از بیماری اختلال شناخت و حافظه را روشن کرده. محققان در دانشگاه نورث وست شیکاگو در مورد سازوکار تأثیر این بیماری بر سخن گفتن نکته‌های تازه یافتند و موفق شدند نشان دهند که چگونه این بیماری گفتار مبتلایان را مختل می‌کند. دکتر امید بنکدارپور پژوهشگر رشته عصب شناسی در دپارتمان نورولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه نورث وست شیکاگو از همین دانشکده با ما هستند. ممنونم که شرکت کردید در برنامه ما آقای دکتر. بیشتر بهمون بگید در مورد این پژوهش که به تازگی در این باره انجام دادید و به مشکلات زوال گفتار پرداختید. سلام عرض می‌کنم به شما و بینندگان عزیز. من دکتر برنو نکتاپور هستم. نظرت بخوام اسمتون رو اشتباه اینجا نوشتن هم کنم. خواهش میکنم. همونطور که میدونی شایع‌ترین عامل اختلال شناختی بیماری آلزایمر هست که به صورت شایع به
به صورت اختلال حافظه خودشون نشون میده، یعنی افراد فراموشی دارن. برای تو درصدی از این بیمارها علامت اولیه و نشانه های اولیه به صورت اختلال در گفتار هست، یعنی افراد مشکل دارن در جمله سازی یا در واژه یابی یا فهمیدن واژه هایی که افراد دیگه باشون صحبت میکنن. این نوع از بیماری رو بهش ما میگیم زبان پریشی یا افیژا یا آفازی، و این افراد به صورت پیشرونده در طول سالها سخنگوییشون بدتر میشه و در چند سال قادر نخواهند بود که صحبت بکنن. پژوهشی که ما انجام دادیم الان من میتونم نشون بدم بهتون، ما قبلا نشون داده بودیم که سه ناحیه در مغز به صورت سه ناحیه در مغز که دو ناحیهش در قاره گیجگاهی مرکز و یک ناحیه در قاره پیشانی در پردازش گفتار نقش دارن. ما نشون دادیم که دو مسیر در این افراد مختل هست، یک مسیر که از این طرف میره به سمت طرف پشت قاره گیجگاهی به طرف پیشانی میره، تأثیر میذاره روی واژه ها رو به هم وصل کردن یا جمله سازی، و مسیر دیگه وقتی که مختل میشه، یعنی اتصالات بین این نواحی وقتی که مختل میشه، افراد مشکل پیدا خواهند کرد در واژه یابی یا فهمیدن واژه هایی که افراد دیگه به کار میبرن. این پژوهش رو ما با تصویر برداری مغناطیسی یا MRI انجام دادیم، منتها با یک شیوه خاصی که به ما کمک میکنه که به کارکرد مغز و نه تنها به ساختار مغز نگاه بکنیم. و چقدر این تحقیق میتونه راهگشا باشه برای یافتن درمانی برای افرادی که درگیر اختلالات مثل همین گفتار پریشی هم هستند؟ بله، این اهمیت این یافته در این هستش که تا به حال ما دقیقا نمیدونستیم که کدوم قسمت های مغز از نظر کار کردی با علائم این افراد ارتباط داره. یک ماشینی هستش به نام Transcranial Magnetic Stimulation یا تحریک مغناطیسی مغز که به وسیله ما میتونیم قسمت های از مغز رو تحریک بکنیم یا مهار بکنیم اگر قسمت های هستن که کار کردشون ناهنجار هست، و ما امید داریم، یعنی قدم بعدی که ما داریم این هستش که بتونیم با تحریک یا مهار اون قسمت هایی که الان کشف کردیم بتونیم تا حدی، امیدوارم که بتونیم به این بیماران کمک بکنیم. متشکرم از شما دکتر برنا بنکدارپور، استادیار رشته عصب شناسی در دانشگاه دپارتمان نورولوژی دانشگاه پزشکی شیکاگو. ممنونم. جمعیت جهان در حال پیر شدن است. تقریبا در همه کشورهای جهان شمار افراد مسن رو به افزایش است. از جمله پیامدهای این روند افزایش تعداد مبتلایان به دمانس یا اختلال شناخت و حافظه است. نگهداری از افراد مبتلا به این اختلال کار مشکلی است. در استان بریتیش کلمبیای کانادا اما روش تازه‌ای به کار گرفته شده، روشی که در آن بیماران آزادی و رفاه بیشتری دارند. مهدی بگی گزارش می‌دهد. دمانس یا اختلال شناخت و حافظه، اختلالی روانی که تأثیر زیادی بر روی حافظه و موقعیت شناسی دارد. شایع‌ترین نوع این اختلال آلزایمر یا فراموشی است، بیماری که کهولت سن آن را سخت‌تر می‌کند. هزینه نگهداری از افراد مبتلا به آلزایمر بالاست. آزادی حرکت برای بیمار محدود است و استقلال بعضاً واژه‌ای فراموش شده. حالا اینجا در کانادا ابتکاری تازه به کمک عده‌ای از بیماران آمده. شبیه هر روستای دیگری است. یک مغازه، یک آرایشگاه و یک کافه محلی. اما این روستای 3 هکتاری اولین از نوع خود در کانادا است، با طراحی ویژه برای اقامت 75 بیمار مبتلا به اختلال شناخت و حافظه. در مورد پروژه خانه کوچک یا خانه سبز در آمریکا شنیده بودم. اونجا 8 تا 10 نفر در یک خونه معمولی با هم زندگی میکنن و ازشون مراقبت میشه. گفتم ما هم باید این کارو بکنیم. این روستا کاملا حصار کشی شده.
این به ساکنانش اجازه می دهد تا آزادانه هر جا که می خواهند بروند. چیزی که این زن امیدوار است وقتی مادرش به اینجا آمد به او کمک کند. فکر می کنم این مادرم رو تشویق می کنه که فقط یه جا نشینه و حوصله‌اش سر نره. بره بیرون و کارایی بکنه که ازشون لذت می بره. هر خانه برای 12 نفر جا دارد. قیمت پایه از $7,300 در ماه شروع می شود. اگه به خونه‌های قبلی نگاه کنید بیشتر حالت بیمارستان دارن و هیچ کس نمیخواد که باقی عمرش رو توی محیط بیمارستانی بگذرونه. هدف اینه که محیط خونه رو به اینجا بیاریم. از هنر و کاردستی گرفته تا بازی‌های مختلف ساکنان میتوانند خود را سرگرم کنند. یک ماه و نیم پیش که اینجا رو باز کردیم بیش از 1,000 نفر اومدن که ببینن چه جوریه. چندین نفرشون اومدن گفتن میتونیم بغلت کنیم؟ ممنون. زندگی در این روستا ارزان نیست. اما سازندگان آن میگویند هدفشان نه تنها ساختن خانه سالمندان بلکه یک جامعه بوده. فرصتی دیگر برای به یاد آوردن واژه استقلال. مهدی بیگی، بی بی سی. سیاستمداران مخالف دولت بریتانیا توافق کردند به درخواست نخست وزیر این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام پاسخ مثبت ندهند. بوریس جانسون قصد دارد برای رهایی از بن‌بست برگزیت روز دوشنبه دوباره موضوع برگزاری انتخابات را در پارلمان به رأی بگذارد. مخالفان می‌خواهند ابتدا مطمئن شوند آقای جانسون نخواهد توانست در پایان ماه آینده میلادی بریتانیا را بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کند. از سوی دیگر گفته شده مذاکرات دولت بریتانیا با اتحادیه اروپا هم پیشرفت ملموسی نداشته. با کاسته شدن از شدت طوفان دوریان در باهاما حجم خرابی های آن در این منطقه به تدریج آشکار می شود. تعداد کشته شدگان دست کم 30 نفر گزارش شده و مقام ها می گویند میزان نهایی تلفات می تواند تکان دهنده باشد. کمک های ارسالی در حال رسیدن به منطقه آسیب دیده است. از سوی دیگر ساکنان کارولینای شمالی در آمریکا خود را برای رسیدن طوفان دوریان که در حال رسیدن به سواحل این ایالت است آماده می‌کنند. آمریکا به بازداشت گسترده چهره‌های سیاسی و تجاری در کشمیر تحت کنترل هند ابراز نگرانی کرده. هند چند هفته پیش اختیارات ویژه این منطقه را لغو کرد که موجی از اعتراض‌ها را به دنبال داشت. مورگان اورتاگوس معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته ایالات متحده از مقام‌های هندی خواسته به حقوق بشر احترام بگذارند و خدمات اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه را در کشمیر تحت کنترل این کشور برقرار کنند. رابرت موگابه رئیس جمهوری پیشین زیمبابوه در 95 سالگی درگذشت. زمانی که آقای موگابه قدرت را در کشور تازه تأسیسش به دست گرفت یکی از امیدهای آینده آفریقا بود، اما او به تدریج به استبداد گرایید و زیمبابوه را دچار بحران سیاسی و اقتصادی کرد. شینگای نیوکا خبرنگار بی بی سی در حراره پایتخت زیمبابوه نگاهی کرده به زندگی او. او زمانی آزادی بخش زیمبابوه بود، رهبر جنگ علیه حاکمیت اقلیت سفید پوست، ولی در اواخر کار دیگر از محبوبیت قدیم رابرت موگابه خبری نبود. او قدرتش را با پیروزی قاطع در انتخابات سال 1980 تثبیت کرد. در مقام رهبر کشوری جدید تلاش کرد کشوری بسازد بهتر از آنچه به او به ارث رسیده بود. There can never be any return. هیچ وقت نباید به درگیری‌های مسلحانه برگردیم که پیش از تعهدمان به صلح و فرایند انتخابات دموکراتیک طبق توافق لانکستر هاوس شاهدش بودیم. وقتش رسیده که شمشیرهایمان را به گاواهن تبدیل کنیم. ولی زیر پوست رویه‌ای تاریک پنهان بود. آقای موگابه ارتش را به جنوب زیمبابوه اعزام کرد تا با صدها شورشی برخورد کند. از 1983 تا 1987 هزاران نفر به قتل رسیدند و جهان چشمانش را بست. موگابه امید اصلی بود، ولی در پایان دهه 90 میلادی اقتصاد زیمبابوه در سراشیبی بود و محبوبیت حزبی جدید رو به صعود. موگابه برای کسب محبوبیت از دست رفتهش ترفندی سیاسی به کار بست.
زمین‌هایی که حکومت استعماری غصب کرده بود همچنان دست اقلیت سفیدپوست بود. موگابه با درک خشم سیاه‌پوستان از این موضوع آنها را تشویق کرد که زمین‌هایشان را پس بگیرند. آنها همچنین کردند، معمولاً با خشونت. غرب متوجه شد، روابط دیپلماتیک را قطع کرد و تحریم‌های اقتصادی به اجرا گذاشت. احزاب مخالف، رهبرانشان و فعالان حقوق بشر قربانی خشم او شدند. سال 2008 در میان تورم چند میلیارد درصدی و بیکاری گسترده، آقای موگابه اولین شکست انتخاباتیش را متحمل شد. این به خشونت بیشتر در دور دوم رأی‌گیری منجر شد و متحدان پیشین محکومش کردند. همین نزدیکی شاهد خشونت علیه آفریقایی‌های دیگر در کشور خودمان هستیم و نیز شکست فجیع رهبری در کشور همسایه‌مان زیمبابوه. ولی او در میان بسیاری از آفریقایی‌ها چهره‌ای محبوب ماند، چرا که جرأت کرده بود سلطه غرب بر امور جهان را به چالش بکشد. به تلافی تدابیری که ما برای قدرت بخشیدن به اکثریت سیاه‌پوست به کار گرفتیم، بریتانیا دوستان و متحدانش در اروپا، آمریکا، استرالیا و نیوزلند را بسیج کرده تا تحریم‌های غیرقانونی علیه زیمبابوه به اجرا بگذارد. ولی نارضایتی در داخل حزب خودش داشت بالا می گرفت. خیلی ها فکر می کردند او بیش از حد در مقامش مانده و باید آن را به کس دیگری بسپارد. همسر دومش گریس که 40 سال از او جوان تر بود داشت قدرت می گرفت. او شروع کرد به متهم کردن معاون اول رئیس جمهوری و تلاش برای برکناری او. موگابه سرانجام منانگاوا را با این اتهام برکنار کرد. منانگاوا با کمک ارتش به قدرت برگشت. سربازان را در خیابان‌ها مستقر کرد و موگابه را به حبس خانگی فرستاد. ده‌ها هزار نفر در خیابان‌ها علیه او تظاهرات کردند. پس از تهدید شدن به استیزا، خودش استعفا داد و در سال‌های آخر موگابه گوشه‌نشینی در امارتش را برگزید. بسیاری او را به عنوان خطیبی خوش‌ذوق و رهبری که زیمبابوه را آزاد کرد به خاطر می‌آورند. رهبری که بعدها کشورش را دوباره اسیر سرکوب کرد. این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. تا دقایق دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهیم بود.